کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند گیتا دختر کلی بخش هشتم در جستجوی سیلایف گیتا کماکان وارد کار شد و در اتاق اشایر مشغول گردید به اندازه نامه های تشکرآمیز از کولیان و از سایر قبایل برای او رسیده بود که موجب حیرت کردید روز بعد به اتاق پیلاتسا احضار شد و در آنجا به عدهای ناشناس معرفی گردید که یکی از آنان به نام ژدانا بود که معلوم شد جانشین سلایف است و گیتا میباید در تصمیمات خود با او مشورت نماید ولی اشکال در این بود که جدانو زبان گیتار خیلی کم می دانست و یک نفر دوشیزه مترجم او گردید و به همین ترتیب برای کلیه وزارتخانه و ادارات مهم یک چنین مستشاران یا به طوری که میگفتند برادران و رفقایی از کشور روسیه معین شد. جدانو یک نفر سرگرد ارتش بود که اکنون به لباس شخصی در اومده بود و گیتار را از آن جلسه به اتاق خود دعوت کرده تا به کارهای خود گزارش دهد. گیتا کلیه جریان کارکولیها ها و موانع و مشکلاتی که در راه شهر نشین نمودن آنان است بیان کرده و از افاقهایی که به وسیله سینیور پلاتسا و مسیو سیلایوف درباری آنان شده بود بحث کرده و هر سؤالی را جدانو کرده. پاسخ مختزی داد. آنچه جدانو دستور میداد گیتا مطابق دلخواه او انجام میداد تا آنکه مأموریت یافت نامه به تمام قبایل به این مضمون بنویسد از آنجا که قشون آزادی بخش کشور سلایف روسیه به نام تقدیم تبلیغات آزادی برای جشن فرخنده اولین سال آزادی ملت از یوغ استعمار و بندگی در شادی ما شرکت کردند به نام خواهش پیشوای ملی از آنان تقاضا شد که شش ماه مهمان ما بوده و برای اولین بار در تاریخ دو ملت دوست و برادر تحت لوای آزادی یکدیگر را برادرانه در آغوش کشند مقتضی است که ملت ما که زنجیر عبودیت و ننگ ارتجاع بین المللی را از خود دور کرده از برادران مهمان خود که آزادانه در کشور به مهمانی و ملاقات شما می آیند قدر دانسته و از ابراز محبت که لازمه ی روح آزادی است و بذل فداکاری کوتاهی نخواهد کرد و با این عمل روح حریت را شاد خواهند کرد و همه جا قدم آنان را از جان و دل استقبال خواهند نمود گیتا پس از آنکه که آنچه را جدانو به وسیله مترجم گفت یادداشت کرده رو به مترجم کرد و گفت آنچه را که میگویم لازم نیست ترجمه کنید ولی خواستم از خود شما بپرسم آیا همان لغاتی را که شما گفتید و من یادداشت کردم بنویسم یا مطابق دستور مسیو سلایوف باید نوشته شود دختر که جرأت نداشت چیزی را ترجمه نکند به گیتا گفت خیلی خوب و بعد عینا گفتار گیتا را برای ژدانو ترجمه کرد و ژدانو گفت بپرسید چه لغاتی باید عوض شود و دستور سلایف چه بوده است دختر از طرف خود این سوال را از گیتا پرسید و گیتا آن را به گونه جواب داد مسیسیلا سیلا از لغات را که دیگر در کتاب لغت وجود ندارد یعنی آنها را حذف کرده اند به من یادآوری کرد و گفت نباید آنها را در نامه بنویسم پس از اینکه دختر مترجم همه را ترجمه کرد ژدانو غرق لذت شد و به دختر گفت به گیتا بگویید این مضمون را به هر نوع صلاح میداند بنویسد آنچه بر معلوم شد این بود که 150 هزار نظامی از نیروهای مختلف و مخصوصا از اداره جاسوسی کشور سیلایف یعنی روسیه به این کشور آمدند و مدت شش ماه کشور را در جستجوی سیلایف زیر رو خواهند کرد بالاخره این عده در سراسر مملکت پخش شده و کلیه زمام کشور و مردم را به نام مهمان در دست گرفت و هر جا وارد می شدند برای آنان جشن ها و چراغانی ها و سخنرانی ها ایراد کرده و آنان را یک نواخت فرشتگان آزادی نامیدند و رئیس تبلیغات پیلاتسا که این اصطلاح فرشتگان آزادی را برای آنان به کار برد به وزارت ارتقا یافت چون این نوع تحقیقات فعلا جزو وظایف گولاش بود که دو پست مهم یعنی وزارت اطلاعات و وزارت پلیس را به عهده داشت بیش از همه با این عده کثیر مختلف العقیده و خشن در تماس بود گولاس شخصی طبعا خشن قوی شدیدالانتقام و سنگ دل بود و تحصیلاتش از حدود ده کلاس تجاوز نمی کرد و به خود متکی و به قولش پا بر جا بود که مظالم اجتماعی دوره رژیانا او را علیه دستگاه برانگیخته بود و برای اصلاح چنین خوشونتهایی را ضروری تشخیص میداد. مسالک متوجه شد که کلیه دستگاه او تبدیل به گیوتینی در اجراع مقاصد مهمانان گرامی شده است برای اینکه مردم را آرام نگه دارد این اواخر به استمالت و وعده پرداخته بود روزی متوجه شد که قریب 600 نفر در بخش شکنجه زیر شکنجه هستند که مطلقا سروکاری با سیلایف نداشته و به صرف گزارش های مشکوک تحت شکنجه در بدیهی است در حین شکنجه هر یک برای رهایی آنی دروغهایی راجع به دیدن سیلایف یا سلام کردن به او یا دیدن او با یک مرد یا دختر یا سوار شدن تاکسی و غیره گفته بودند و از مجموع اینها یک عده بسیاری گیر افتاده که بعضی از آنان نیز مثلا سیلایف را دیده یا در فلان محل شناخته بودند و بدون اینکه متوجه تاریخ آن و یا نتایج آن باشند طبق آنچه باید عمل شود نباید گفته شود که سیلایف مفقود شده است ولی هنگام بازرسی از این عده خواه ناخواه این شک در اشخاص گرفتار به وجود آمد که سیلایف را یا کشته یا دزدیده اند. انواع فشارهایی که ممکن بود از قبیل ناخون کشیدن، زیر یخ گذاشتن، داغ کردن و هزاران شکنجه های وحشیانه را به کار بردند و با آنکه مفقود شدن سیلایف در میان این عده 600 نفری برملا شد نتوانستند اطلاعات لازم راجع به او به دست آورند و از طرفی آزاد کردن یک چنین عده به صلاح دولت نبود ناچار به وسیله رادیو و جراید خبر از کشف توطعه عظیمی داده شد مبنی بر اینکه عناصر آشوبگر و بقایای ارتجاع سلطنتی سوغستی علیه پیشوا ترتیب داده بودند که قبل از اجرای نیات پلید خود به وسیله نیروی پلیس کلیه توتعه کنندگان دستگیر گردیدند و تمام این ادرا تحت نام و اتهام توتعه کننده اعدام و نابود کردند که جز آنان یکی از خواهرزادگان گلاش بود که دو روز قبل از مفقود شدن سیلایف به او نامه نوشته و او را دعوت به شکار کرده بوده است و گلاش از کلیه این عملیات ناراضی بود و قهرن این عدم رضایت در گفتار و کردار او نمودار شد تا به حدی که کم کم جلب سوء زن مهمانهای روسی را نمود و این تئوری به وجود آمد که سیلایف باید به وسیله افراد زی دولت رو بوده یا از بین برده شده باشد و گولاش از کسانی بود که عطف این موضوع به او زیاد بعید نبود در مطالعاتی که از اوراق موجود سیلایف شده بود یک نامه به دست آمده بود که گولاش به سیلایف نصیحت داده بهتر از تشکیلات به وسیله خود مردم اداره شود و اگر هموطنان سیلایف یعنی روسیها ها عملا و علنی در اداره امور دخالت کنند زیاد در مردم حسن اثر نخواهد بخشید و او ترجیح میدهد دستور هر چه باشد ابلاغ شود تا به وسیله رؤسای مسئول کشور پیلاتسا اجرا گردد که سیلایف هم با آن موافقت کرده بود و به اضافه سه پیشنهاد سیلایف را دایر بر مزارع اشتراکی تقسیم املاک و ملی کردن منازل به عنوان اینکه فعلا محیط مساعد نیست و وقت آن نشده و باید قبلا مردم را تربیت و به این اصول آشنا کرد به هشت ماه بعد عقب انداخته شده بود که سیلایف نیز موافقت خود را اعلام نموده بود آنچه هیئت مخفی روسی از این جریانات استنتاج کرد این بود که باید گولاش و سیلایف اختلافی می داشته باشند که این اختلاف منجر به ناپدید شدن سیلایف شده است و بالاخره برای رسیدن به نتیجه قطعی توقیف گولاش لازم بود ولی نکته مهم اینجا بود که گولاش مقام فوقالعاده مهمی را در دستگاه داشت و به اضافه با سینیور پلاتسا رفیق صمیمی بودند. مزلک جز این راهی نبود از این رو رئیس هیئت مخفی روسیه تحقیقات ژنرال شیکو در حالی که گولاش در پشت میز و وزارتش مشغول کار بود عدهای از نظامیان را مأمور محاصره آنجا نمود و خود به حضور پلاتسا رسید و گفت گولاش باید توقیف و محاکمه گردد و از تانک نظامی دور وزارت اطلاعات را ام لازم است دستور فرمایید تا گرفتار و پرده از روی اسراد گم شدن سیلایف برداشته شود همچنین اضافه کرد گولاش در تمام مدت کار ما جز کارشکنی و مخالفت سریح با ما کاری انجام نداد پیلاتسا خواه نخواه موافقت کرده و پس از چند دقیقه گولاش وزیر دو وزارتخانه مهم سر از گوشه زندان درآورد و رادیو و روزنامه ها خبری مختصر منتشر کردند که مسیو گلاش به نام موافقت پیشوای ملی از کار برکنار شد البته اخباری که از گولاش میخواستند در وهله اول باید بدون شکنجه باشد و اگر به مقصود نرسیدند لازم بود اعمال شکنجه شود همین که تانک و مسلسل در اطراف گولاش به حرکت آمد او به تمام معنی خود را غیر قابل دفاع دانست و چون سرنوشت کلیه کسانی را که به این نحو گرفتار شده بودند دیده بود و خود از عاملین بود اصله کمری خود را به قصد خودکشی بیرون آورد ولی هنوز لوله آن را به طرف خودش برنگردانده بود که هفتیر از کفش رو بوده شد و گرفتار شد در محاکمه مقدماتی او سینیر پلاتسا هیئت مخفی تحقیقات روسی پروفسور و سه نفر منشی که گیتا جزء آنان بود حضور داشتند این محاکمه در دفتر پیشوا محرمانه و خصوصی تشکیل شد قاضی از او سوال کرد که شما وزیر یک دولت هستید هنگامی که حکم دولت را مبنی بر توقیف خود میخواندید ممکن است بگویید به چه منظور میخواستید استعمال اسلحه نمایید بدیهی جواب آن به هر نوع داده میشد به ضرر گولاش بود زیرا معرف گناه یا اثبات اتهام منتصبه بود. از این رو گلاش به فکر فرو رفت و چیزی نگفت. باز قاضی پرسید. آیا قصد کشتن معمودین و فرار را داشتید یا قصد خودکشی؟ گلاش گفت اگر مورد اتهام را که عمری در راه خدمت صرف کرده ام بفرمایید گمان می کنم به اندازه فداکاری داشته باشم که آنچه می دانم به عرض برسانم. قاضی امارات و قرائنی که می رسانده. گولاش علیه سیلایف و هموطنان روسی او دست بکار شده است و پیتر گولاش نیز دو روز قبل از ناپدید شدن سیلایف او را به شکار دعوت نموده و بالاخره این که او وزیر پلیس و وزارت اطلاعات بوده و میباید از جریان مفقود شدن سیلایف من خبر داشته باشد و نه تنها اطلاعی در دست هیئت مخفی نگذاشته بلکه علیه تحقیقات آنان نیز اعتراض و مانع کار آنها شده اقامه و ارائه داد و اضافه کرد که قصد خودکشی یا فرار شما معید آن است که شما وضع خود را وخیم و گناه خود را محرز می دانسته اید. برای هیست به پاس خدمات گذشته شما ما این جلسه محرمانه را در دفتر پیشوا تشکیل دادیم تا حقایق را از شما بشنویم و الا ناگذیرین دست و عملیات دیگر بزنیم و اگر آنچه می باید به صورت مطلوب حاصل نشود نحوه دیگری پیش خواهیم گرفت گلش گفت من به هر نوع محکومیتی که مرا متهم نمایی تسلیم هستم زیرا تشکیلاتی است که خود به وجود آوردم و باید به سهم خود به سزای آن برسم شما 600 نفر را به همین اتهام کشتید و بدیهی است من مخالف یک چنین توحشی بودم گاهی خونریزی برای یک امر مهمی لازم می شود. ولی در این باره که ما فرصت کافی داریم و هیچ قرینه ای در دست نیست که بتوانیم تحقیقات خود را شروع نماییم باید بگویم شبیه به جنایت است در کشور ما قبل از اینکه سیلایف ناپدید شود که در آن شک است دایانا وارث سلسله ریجیانا ناپدید شده است و با وجود اینکه تمام قوای کشور در جستجوی اوست نتوانستیم او را پیدا کنیم و به صلاح مملکت و حکومت جوان خود ندیدیم که مردم را دست جمعی به این منظور اعدام نماییم. من آخرین کوشش خود را برای یافتن و چگونگی ناپدید شدن سیلایف نمودم و موفق نشدم. مزالک غیر از این حقایق آنچه لازم میدانید دانید می توانید نسبت به من اجرا نمایید و چرا که گفتم نه به کسی توسل میجویم و نه عجز و لابه می کنم بلکه تسلیم محض هستم و دیر یا زود باید سمر آنچه شده است درو کنیم البته پاسخ گلاش به هیچ وجه رضایت بخش نبود لذا با ایما و اشاره دستور شکنجه داده شد و آلات شکنجه که عبارت از یک چهار پایه که وسط آن باز می شد و در زیر آن یک آلت برقی مانند بخاری قرار داشت آورده شد و در اتاق گیتا که در جوار اتاق محکمه قرار داشت نهاده شد و به محل برق که در نزدیکی گوشه اتاق که پرده آویزان بود کار گذاشتم محکوم باید روی آن بنشیند و از میان آن آلت تناسلی محکوم فرو افتاده و سطح چهار پای به هم می آید سپس به مجرد آنکه سیم این آلت شکنجه به پریز برق وصل می شد قسمت پایین آن سرخ می شد و حرارت ایجاد می کرد و با چند دقیقه وقت قویترین افراد در دست شکنجه دهنده چون موم نرم میشد. این دستگاه شکنجه قابل حمل و به عکس دستگاه نورافکن و قطرات سرداب که غیر قابل حمل بود یکی از موهشترین آلت شکنجه به حساب می آمد. قریب ساعت ده و نیمه شب بود که گلاش روی چنین آلت شکنجه گذاشته شد. آری این بشریت امروز ما می باشد این آلت و یا این گونه آلات شکنجه ماها در دست گلاش و همکاران او بود و در باری دیگران به کار می برد اما امروز خود او موضوع تجربه آن واقع شده است این تمدن امروز و دیروز و پدیدوست و پلاخره تاریخ ما می باشد ولی در هر اصری به نام آزادی و اصلاح طلبی و ترقی اعمال شده است و امروز هم به خاطر آزادی و به نام حریت و عدالت و تصاوی و اصلاح طلبی اساسی به کار می و عامل آن رئیس زندان است نظامیان در محوطه قصد پر بودند و همه جا با کمال احتیاط گماشته شده بودند پیلاتسا با رئیس محکمه چند کلمه رد و بدل کرد و رئیس اعلام موفقت نمود آنگاه یکی از اعضاء مخفی تحقیقات به منشی ها گفت آنان بهتر است بروند زیرا فعلا به وجودشان احتیاجی نیست گیتا وقتی وارد اتاقش شد چنان ابزاری را در گوشه اتاق و در نزدیکی پرده یافت اطراف را نگاه کردید دو نفر معمول شکنجه در صدد آوردن گلاش هستند گیتا یک مرتبه الهام گرفته و با عجله دیوار قفسه را باز کرد و خود را در آن مخفی نمود و تازه بسته شده بود که معمولی با گولاش وارد اتاق شده و او را روی تخت نشانیدند. ناله ی جانگوداز گولاش بلند شد. یکی از آن دو مأمور پرسید اقرار میکنی؟ جوابی نیامد. چند فحش زننده رد و بدل شد. ناله و فریاد گولاش با وضع جگرخراشی خراشی در و دیوار را به لرزه در ورده بود. برای آنکه جلب توجه سربازان نشود چراغهای این اتاق خاموش شد و تنها روشنایی از همان آلت شکنزه میتابید گیتا هفتی را در دست گرفته دیوار را عقب زد و از پشت پرده دو نفر حیولا را دید که با چنین وضع وحشیانه میخواهند از گولاش اقرار بگیرند در این حال گولاش نعره زد و خاموش شد یکی از آن دو نفر با وحشت چهارپایی را باز کرد و گولاش را بیهوش به دست گرفته و به دیگری گفت برود و جریان را به عرض برساند. آن یکی حرکت کرد و ناگهان صدای چهار تیر متوالی شنیده شد و اتاق غرق خاموشی شد. یک مرتبه از خارج اتاق نیز چند صدای تیر شنیده شد و همه چیز به هم خورد. پیلاتسا و کلی افرادی که در محکمه بودند اسلحه به دست چند نفر نظامی فرستادند تا اتاق را بازرسی و چراخایش را روشن نمایند. این عملیات چند دقیقه به طول انجامید و هنگامی که وارد اتاق شدند مأمور عذاب را غرق در خون یافتند و خبری از گلاش نبود. آری گلاش فرار کرده است. یک نفر نظامی که در خارج اتاق به تصور آنکه اگر تیر به هوا خالی شود جواب تیر غیر مترقبه بوده است یک موضوع عجیبی گفت و آن اینکه چیزی را در سایه ستون دید که غیر عادی می دوید و او خواست آن را هدف قرار دهد. بالاخره سراسر قصر یک پارچه قوقا شد و کلیه زوایا و اتاقها مورد جستجو واقع گردید. روی هم رفته چهل و یک گلوله خالی شده بود. اینان سربازانی بودند که تجربه کافی داشتند و میدانستند برای یک گلوله زدن مسئولیتی نیست و اگر مسئولیتی پیش آید این خواهد بود که چرا تیر زده نشده است و همه نیز به صرف تقلید و توهم دست به چنین عملی زدند و نتیجه آن شد که سایه یا آدمی در حال فرار و مخفی کردن خود در یک قسمت باغ دیده شده است کلیه اماکن اطراف باغ و داخل خارج کاخ وجب به وجب تا صبح جستجو شد و چیزی به دست نیامد گولاش فرار کرده بود ولی به چه وسیله اسلحه به دست آورده و کجا رفته است همه ای اینها مشکلی بر مشکلات افسود. عمده این بود که در برابر مأمورین ورزیده کشور سیلایف یک چنین تئاتری انجام یافت. همه تصدیق کردند که گلاش یک نفر مزدور و عامل امپریالیزم بین المللی بوده است که در این مدت با همکاری در این دستگاه به چنین مقامی رسیده و سیلایف نیز به طور حتم به وسیله او گرفتار و نابود شده است. و شاید هم به علت اینکه به ماهیت او پی برده است و میخواست او را لو داده و دستگیر نماید البته آنچه واقع شد مطلقا انعکاس نباید پیدا کند و بنا شد موضوع مکتوم نگاه داشته شود <applause> چگونه گولاش به وسیله یک گیتا نجات یافت؟ گیتا همینقدر که متوجه شد گولاش نیمه جان به گوشه اتاق افتاده شد و از معمولین عذاب یکی برای گزارش رفت و دیگری برای نگهبانی بالای سر او ماند بدون از دست دادن حتی یک ثانیه پرده را عقب زد مأمور را از پشت سر هدف چهار گلوله قرار داد و هنوز نقش زمین نشده بود که گلاش را پشت پرده کشید و داخل قفس قرار داد دیوار را به طرف جلو فشار داد و بسته شد از روزی که گیتا مریض شد و چند هزار افسر و سرباز روسی به عنوان مهمان در اینجا نگهداری شدند اتومبیل اشتیز مانند صدها نفر دیگر مأمورین دولت به عنوان مهمانداری موقتا تحویل آنان شد و در این شب تصمیم داشت اگر بتواند یک اتوبوس عوضی سوار شده و جریان رفتار مهمانان را در مسیر دیگر ببیند ولی بالاخره نقشه او به اینجا منتهی شد که خود را مخفی و گولاش را در گنج پنهان ساخت. تنها ترس او این بود که ممکن است معلوم شود که شب را در خانه اش نخوابیده است. اما از کجا و به چه علت آنم باید به چنین تحقیقاتی دست زنند. چند ساعت غرق در تاریکی و سکوت بود و گولاش نیز در گوشه قفس افتاده بود. فقط گاهی گیتا سر در گوش گولاش می نهاد و می گفت ناله نکن صدا تو در نیار و در سکوت محض باش نجات پیدا کردی خودت رو لو نده بالاخره گولاش توانست در حالی که بدنش از شدت شکنجه مرتعش بود با اون اجوان ماید و کلماتی را ادا کند آیا به تمام معنی نجات پیدا کردم؟ خیر من یکی از معمولین رو کشتم و تو رو در اینجا مخفی کردم اینجا کجاست؟ گیتا کبریتی زده و گولاش قفسی لباس را مشاهده کرد و پرسید کسی نفهمید که منو اینجا آوردی؟ گیتا کبریت دیگری زد و ساعت را نشان داد و گفت الان سه ساعت از جریان میگذره و کسی به اون پی نبرده گلاش در پرتوب نور کبریت نگاهی به صورت گیتا انداخته و پرسید چرا این کار کردی چرا خود تو به خطر انداختی تا منو نجات بدی گیتا گفت این پاسخ پاداش و محبت تو بود که چند نوبت به قیمت نجات جان من تموم شد و به اضافه یقین کردم که از نظر تو خدمت بوده و این آقایون بعد خلاف جوان مردی میخوان تو رو محکوم و اعدام کنن. اطمینان داشته باش راه باز کردن اینجا رو نمیدونن و منم چند روز پیش به حسب اتفاق بهش پی بردم و این قفس در داخل دیوار قرار داره و گویا به وسیله فامیلیاری جیانا به همین منظور ساخته شده بوده. وقتی اون رو پیدا کردم جرأت نکردم به کسی بگم چون میترسیدم مورد اتهام واقع بشم یا برای اینکه بگن از کجا به رمز اون پی بردی و مورد بازخواست قرار بگیرم. در صورت آقای گلاش من دین خودم رو به تو ادا کردم. ولی نکته اینجاست که تو در قصر هستی و خروج تو هم امکان نداره و هنوز نمیدونم آیا من عاقلانه عمل کردم یا نه. شاید هم اشتباه کردم و تو رو نمیخواستم بکشند و احساسات من زودتر از موقع برانگیخته شد. گولاش گفت نه اشتباه نکردی و این آقایون مسلم منو میکشتن و عجبونه که بدون اندک دلیلی منو با بدنامی از بین می بردم. چرا مگه تو به مرا با مسلک کمونیسم ایمان نداری؟ گلاش گفت چطور چنین حرفی رو می سنی؟ من خود از پایه این اصول بودم و یکی از عناصر مهمی بودم که موفقیت این رژیم و سرنگون ساختن سلسله پادشاهی رو باعث شدم ولی من به هیچ وجه حساب نمی کردم که دولت سیلایف یعنی روسیه تا به این حد در اینجا اعمال نفوذ کنه گیتا گفت این رژیم که اینطور باشه پس وای به سلسله رژینا لابد اونا مردم رو در کوچه و خیابون گردن میزدند و لاشه اونا رو کباب کرده میخوردن پس باز هم باید شکل کرد که این رژیم لاقل دیگه آدم خاری نمی کنه. گولش گفت حقیقت امرینه که من این همه رنج بردم برای اون که حکومتی داشته باشیم که در اون فجایع رخ نده و مردم آزادی داشته باشند. و مثل امروز نباشه و بالاخره من طالب هر نوع حکومتی بودم غیر از این که الان به وجود اومده گیتا گفت و حتی حکومت رژیانا گلش گفت و حتی رژیانا پس در این صورت چرا آخرین بازمانده اونو کشتید گلش گفت خوشبختان هنوز دستگیرم نشده تا چرا رسد به کشته شدم؟ سپس کیتا موضوع صحبت را تغییر داده و گفت حالا صبح شده و من باید وارد اتاق بشم و دو راه در پیش دارم یا گرفتاری و اعدام یا آغاز زندگی روزمره در هر حال اگرم کشته بشم اطمینان داشته باش محل تو رو نخواهم گفت و تو میتونی با کشیدن این دستگیری به طرف راست در رو باز کنی و اگر بتونی فرار کنی و اگر زنده بودم برای شب برات قضا میارم گلاش با کمال احترام گفت خانم اطمینان داشته باشید چجاعت و محبت شما رو فراموش نخواهم کرد اون چه من رو به همکاری با این رژیم وادار کرد حس انتقامم بود و از اینا هم انتقام خواهم گرفت گیتا در را باز کرد و وارد اتاق شد و گلش را گرسنه و بیحال در سیاهی گذاشت ساعت را نگاه کرد دید ربع ساعت به وقت مانده است اتاق کاملا تمیز و آماده کار بود کیف خود را روی میز توالت در پشت پاروان گذاشت و خود نیز در پشت آن نشست و مشغول مرتب کردن سر و صورت شد. در این حال یکی از دخترانی که با گیتار کار میکرد وارد شد و بدون توجه به اطراف و جوانب چون اتاق را خالی دید کیفش را روی میز تحریر گذاشت و به طرف دستشویی حرکت کرد. گیتا نیز فوراً از پشت پاروان بیرون آمد و در پشت میزش قرار گرفت و دیگران نیز آمده و مانند معمول به کار پرداختند. مثل اینکه هیچ حادثه ای پیش نیامده است و از گلاش نیز اسمی برده نشد. زهر گیتا به طرف کافه رفت و مادام کارل را سخت پریشان یافت. گیتا علت قیبت خود را گرفتاری اداری قلم داد کرد و زمنان به او و مسیو کارل فهمانده که اگر سوالی از آنان بشود بگویند مانند شبهای دیگر در منزل بوده است. روزنامه را نیز مطالعه کرد. دید مطلقا راجب گولاش چیزی نوشته نشده است. مقداری غذا با خود برداشته و آهسته به مادام کارل گفت شاید امشب رو هم نیام ولی همه رو متقاعد کنید که من تو اتاقم بودم آنچه با خود برداشت یک بطری آب و مقداری غذای خوب و چند تکنان بود چند دقیقه خود را زودتر به اداره رسانید و قبل از همه چیز به عنوان عوض کردن و مرتب کردن لباس قفسه را باز کرد و بسته ی غذا را در آن انداخت و دوباره دیوار را به جلو کشید. شب را هم برخلاف انتظار خودش نتوانست در آنجا بماند و در کمیسیونی که در اتاق سینیور پلاتسا تشکیل یافت حضور داشت. گفتار پلاتسا در این زمینه بود که تاکنون موفق به اعمال برنامه و نظر حزب نشده ایم و بیش از این نباید اهمال کرد. راه خروج کلیه سرمایه داران بسته شده و اموال اکثر آنان نیست تاکنون کماکان در اختیار و تصرف خودشان است و اینک موقعی است که باید به تمام معنی مطابق اصول حزبی عمل شود. مسیو ژادنو معتقد بود اصولاً می میباید از آغاز حکومت اصول حزبی و جزئیات مرامی را اعمال کرده باشید ولی رفیق شلوفسکی رئیس کل زندان که یکی از موثرترین عوامل بود گفت ما اکثر به این عقیده بودیم ولی دیمن جمله گولاش معتقد بودند که چون مردم فکر ناخوش و ناگواری از ما و مرام ما دارند بهتر فقط به مصادره اموال و املاک سلطنتی و بعضی از اشراف قناعت کنیم و مردم رو معتقد کنیم که اون چه نسبت به ما در ذهن دارن توهم بی جاییه ولی به تدریج اونها رو به اصول فکری خودمون رو آشنا کنیم و به موقع مشغول کار بشیم جادنو پرسید خود شما چه نظر دارید رفیق چیالوفسکی گفت من همیشه معتقد بودم که به مخالف مجال زندگی نباید داد تا چرا سر با اینکه با او به نرمی و مدارا رفتار شود آنچه چه ما داریم داروی سلامت است و البته داروی سلامت را جز به زور سرنیزه در حلق ملت مریض نمی شود و کلیه هزار برای او دست زدند و باز به گفتارش چنین ادامه داد گلاش اصرار داشت که در آغاز باید به مردم دموکراسی را نشان داد و از این لغت دموکراسی حمایت میکرد غافل از اینکه با این حمایت علیه گفته منجی ما لنین سخن میگوید که گفته است دموکراسی مفهوم برژوازی است که انقلاب پرولتاریا باید آن را از بین ببرد من از روز اول با اعمال خشونت موافقت داشتم ولی کسانی که اون گلاش میگفتند دیکتاتوری را باید کم کم تخفیف داده و نباید آن را با تجلیات خشنش ارائه نمود پیشوای عزیز رفقای من وقتی در یک سازمان یکی از پایه های آن متزلزل گردد این تزلزل مصری خواهد بود مثل اینکه این نس سریح گفتار منجی لنین را تعمدا فراموش کرده بودند که میگوید کسی که منکر دیکتاتوری طبقه پرولتاریا بشود منکر انقلاب اجتماعی شده است و در حقیقت مثل این است که قبر سوسیالیسم را کنده باشد آقایان طبقه پرولتاریا انقلاب نکرده که باز یک مشت مردم انگل در خانه و باغهای خود ساکن باشند و اسباب و اساسیه داشته باشند و پرولتاریا چیزی نداشته باشد هستی مردم که پس از یک سال انقلاب هنوز مالک آن هستند متعلق به همین یک مشت مردم سرگردان و کارگر و خیابانگرد و بیکار و بالاخره پرولتاریا است و ما نمیتوانیم این انقلاب کنندگان را که پیشوای کل ما و رهبر اجتماعی ما تجویز دیکتاتوری را درباره آنان کرده است به نام مسلحت در حال سکوت نگه داریم کدام مساله جز مساله طبقه متمکن مدارایی ما تا کنون با این طبقه مانع رسیدن پرولتاریا به منظور و آمال خود بوده است و عمل گلاش در حقیقت نقشه علیه طبقه کارگر به حساب می آیده. پیش معظم ما انقلاب نکردیم که باز صاحبان منازل و کارخانجات و املاک صاحبان آنها باشند ما انقلاب کردیم که دیکتاتوری پرولتاریا را مسجل سازیم و در اون دیکتاتوری مدارا جایز نیست جز آنکه نقشه علیه این طبقات کارگر باشد و اینک جان نصار از طرف کلیه ی مردمان بی خانمان و بیکار و کارگر و دهقان و دورگرد و حمال و دست فروش از پیشگاه مبارک شما تقاضا دارم علت اینکه گلاش به معاذیری اشغال خانه های کسانی که سالها در آن به سر برده از طرف یا به تأخیر انداخته روشن فرمایید و بیش از این اجازه ندهید مرام ما با عدم اجرا تو هم باشد و این اشخاص به حق خود نرسند به الا خود دست به اقدام زده و سهم حق خود را خواهند گرفت شرکت آنان در انقلاب با ما برای رسیدن به این امتیاز بود که هنوز به دست نیاوردهاند کفزدن زدن شدید حضار این کمیسیون به نظر گیتا خیلی عجیب و جملاتی که معانی آنها نیست شنیده میشد همه نس سریع و به زبان روسی بود که ترجمه بین المللی آن نیست گفته میشد گیتا در حال فکر بود که چگونه ممکن است جماعتی تا این اندازه منحرف و در عین حال موفق باشند و از آن منحرفتر کسانی که جان خود را برای یک چنین لا از دست میدهند. دهند عمده این است که در یک اجتماع و تشکیلاتی دیکتاتوری نباشد و اگر بناس دیکتاتوری یعنی مهشترین و بدترین طرز حکومت وجود داشته باشد چه فرق می کند دیکتاتوری از طرف طبقه زغال فروش یا بنا یا عملی یا کارگر یا کشاورز یا چاق و کشان و عرازل و اوباش و یخفروش و رفتگر و کل پز باشد یا طبقه کارفرما و مالک و متمکن و اشراف مغزش مثل اینکه از این نوع روایت ها از لنین و بزرگان انقلاب داشت داغ می شد و دوباره به یاد داشت ها رجوع کرد و گوشش از فریاد های زنده باد چیالوفسکی و مرگ برگولاش دنگ دنگ صدا می کرد که چشمش به جملات و کلمات دیکتاتوری پرولتاریا افتاد آدی دیکتاتوری آن هم دیکتاتوری یک چنین طبقه بی اطلاع و صفاک و قارتگر کمی بالاتر نگاه کردید خداوند این مرام دستور داده است که دیکتاتوری پرولتاریا باید دموکراسی را که مفهوم برجوازی است از میان بردارد باز جمله را از روی گفته آن رهبر انقلابی و به زبان او کلمه به کلمه حفظ کرد و به یادش آمد که دموکراسی از دو تشکیل شده و ترکیبش یعنی حکومت مردم و حکومت آزادی و اکثریت و چگونه ممکن است حتی شخص منحدی حکومت دیکتاتوری را آن هم دیکتاتوری طبقه جاهل را بر آن ترجیح داده و امر دهد که آن را از بین ببرد ناگهان در بین افکار متوجه شد که همه ایستاده ام هم جز او که قیافه ابوس خود را ابوس کرده و غرق در دریای فکر است و چه پالوفسکی و ژادنو و عده دیگر بر او خیره شدهاند صدای سینیور پلاتسا بلند شد خانم آیا شما شنیدید که منظور از این رای چیست گیتا برخواست تعظیم نموده گفت قربان جان نسار جزیتش را نفهمیدم منظور جزیات نیست رای بر اخراج گولاش از حزب است گیتا متوجه موضوع شد و بر قفلت و پرتی حواس خود تأسف خورد ولی فورا تعظیمی کرد و گفت قربان گفتر پرمغز رفیق چاپالوفسکی در جان نسار اثر دیگر بخشید و اینکه کنیز از جزیات پرسیدم برای این بود که آیا مکافات و پاداش یک فرد حزبی با این گونه تخلفات شکننده فقط باید اخراج از حزب باشد و در این صورت چه وسیقه ای در دست هست که نظائری در آینده و حتی در حال پیدا نکند. اکثریت کمیسیون از افراد کشور سیلایف روسیه بودند که میخواستند جریان گم شدن سیلایف را بیابند. یکی از آنان که میخواست سودتر به نتیجه برسد پرسید عقیده خود شما درباره او چیست؟ گیتا گفت رفیق من شما نمی توانید دم مار را بزنید و در جوار او زندگی کنید چون این شخصی را نباید اخراج کرد و آزاد گذارد تا موجب جری شدن دیگران گردد باید اخراج با اعدام توام گردد من با قسمت اول آن مخالفم و با توام بودن اخراج و اعدام موافق هستم حال بنشینم یا بیستم افراد حاضر به تصور آنکه این دختر طبق دستور تقاضای حکم اعدام گلاش را داد برای او دست زده و او در حال تشکر بود که پیلاتسا در تعقیب گفته او چنین نظار کرد. بعدی از کسی که از حزب اخراج می شود از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی که حق حیات نیز جز و آن است محروم می گردد. باز صدای دست زدن در سالن تنین انداز شد و جلسه با چنین تصمیمی خاتمه یافت. و هنگام خروج گیتا جدانو او را به اتاق کارش برده و به وسیله مترجمش گفت این پاکتی را که به شما میدهم فوری و مهم است و هرچه زودتر باید این را به مسی گولاش برسانید گیتا پاکت را گرفته و فورا بیرون آمد و یک سر خود را به خانم گولاش رسانید و تقاضای ملاقات نمود ولی با کمال تعجب متوجه شد که خانه تحت نظر پلیس است از آنجا به اداره زندان رفته و به حضور معاون چیپالوفسکی رفته و مصرانه تقاضای ملاقات با گولاش را نمود. آقای معاون او را در اتاق مشغول داشته و به اتاق دیگر رفته و با چیپالوفسکی تماس برقرار نموده و جریان را با او در میان نهاد. اما چیپالوفسکی که قبلا به وسیله ژودانو از جریان مطلع شده بود، به او دستور داد که به بگوید نامه را تحویل داده. تا اداره زندان به او برساند ولی گیتا از این عمل خودداری و تقاضا کرد باید از نویسنده ی نامه کسب اجازه کند زیرا او مأموریت دارد شخصا نامه را تحویل نماید بالاخره به منشی و مترجم جدانو تلفن زد که اداره زندان چنین دستوری داده است جدانو با آن موافقت کرد و گیتا رسید نامه را به او داد جدانو از این عمل چند منظور داشت یکی از هدفهایش یعنی اثبات اینکه گولاش در دست مأمورین است عملی شد گیتا نتوانست دیگر در آن شب به قفسه یا گنج وارد شده و با گلاش صحبت نماید و شب نیز نسبتا دیر وقت به خانه برگشت صبح آن روز باز مقداری خوراکی برداشت و در راه نیز روزنامه به دستش افتاد که در آن فقط تصمیم هیئت مدیره را مبنی بر اخراج گلاش از حزب نوشته بودند و بدون آنکه آن را شرح و بحث دهد یا اسمی از اعدام او ببرد گیتا باز قبل از وقت مقدار خوراکی را که با خود آورده بود بدون اینکه گلاش را ببیند در قفس انداخت و در را به عجله بست روزنامه های از جریان اخراج گلاش را با تفصیل عجیبی نوشته بودند و علت آن را مخالفت گلاش در احقاق حق طبقه محروم اجتماع دانسته که هنوز در این کشور اشخاصی هستند که دارای چند خانه بوده و کسانی حتی از داشتن اتاقی نیز محرومند عدهای هستند که هنوز استعداد خرید هر چه بخواهند را دارند و عده دیگر باید فقط بخور و نمیر داشته باشند آن هم با زحمت و مشقت روزانه ضمنا خود مدیران جراید شرحی به این مزمون نوشته بودند رفقا منظور از نهزت و انقلاب مقدس ما این بوده که به بساط مشتی سرمایه و عیاش خاتمه دهیم دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار سازیم طبقات بینوا و بیچیز یک سال و چند روز از که صبر کرده و هنوز سمری انقلاب را به علت وجود عناصری چون گلاش که خون سرمایه داری در تن دارد دور نکردهاند گلاش عنصری است که در این لباس درآمده تا تزمینی برای مکندگان خونه طبقات بیچیز باشد کلیه فعالیت های گلاش در این محور بوده و هر چه کرده است نعل وارونه بوده است هنوز چند ساعت از انتشار این روزنامه نگذشته بود که آثار تشنج در شهر پیدا شد و در هر گوشه و کنار ناطقین با گفتار آتشین خود به تحریک طبقات مردم پرداختند و چون موقع تعطیل دفتر در یک چنین روزی فرا رسید گیتا قبل از همکاران جدید خود برای رفتن خود را حاضر کرد ولی به عوض خروج به طرف دستشویی رفته و در را چند دقیقه روی خود بست و چون بیرون آمد و وارد اتاق شد با آن را خلوت یافت بدون فوت وقت به گلاش پیوست و او را از کلیه جریان آگهی داد و روزنامه را به او داد و او در پرتو چوب کبریت همه را خواند و به گیتا گفت من نمیتونم برای اون چه درباره من کردی واجه برای تشکر پیدا کنم ولی اگر عمری برای باقی بمونه به طور حتم اون را در راه هر نوع خدمتی که به من از طرف تو ارجا بشه به کار خواهم برد گیتا این دومی شبی بود که با گلاش در این محل میگذراند و گلاش را شخصی یافت که نه از حکومت رجیانا راضی بود و نه از حکومت فعلی که خود نقش عمده را در آن بازی میکرد و علت آنکه هنوز فرصت یغماگری و یا تصاحب اموال و املاک را به مردم نداده و همیشه آن را به فرصت مناسب دیگر واگذاشته بود این بود که میگفت عمل انجام نشده را همیشه ممکن است انجام داد اما اگر من مأمور حفظ انتظامات نبودم شاید دست به یک چنین عملی میزدم من مشغول طرح نقشه بودم که کسانی که زائد بر لازم دارند دارا می باشند صورت برداری کرده و مازاد آن را به دیگران که احتیاج دارند بدهم و این عمل باید دقیق و منظم باشد بسیاری از این افراد ثروت خود را از راه نامشروع تصیب کرده بودند و دی دیگری با زحمت و کوشش که می باید راجع به هر دسته تحقیقات لازم قبل از تصمیم به عمل آید و, و مسلما باید با دقت و مطالعه باشد بله این مردمی که من میشناسم درست مثل گرگ گرسته هستن نه رحم و نه انصاف در آنان وجود ندارد و یکدیگر را از هم خواهند درید و لحن روزنامه داله بر این است که هموطنان سیلایف به ما یا ملت ما غضبناک شده و میخواهند به این وسیله آنان را تنبیه نمایند روزها تصور کردهاند که من در از بین بردن و یا گم شدن سیلایف دست داشتهام یا مردم به توهم و انتقام او را کشتند و حالا که خواهند دید آزاد گذاردن مردم چه خساراتی به بار خواهد آورد و من نمیخواستم این تاکتیک کلی در کشور من اجولانه عمل شود و نقشه آن مستلزم وقت بود روی هم رفته گیتو از این گفتار حس کرد که با همه خشونتی که در او دیده بود روح ملیت او به مرام حزبی و کمونیستی او میچربد و محرک او در همکاری با این طبقه و مخالفت با سلسله رجیانا هواخواهی از عدالت اجتماعی و حکومت صالحه بوده است که در عمل نتوانست آن را بیابد ولی همیشه به آن امیدوار بوده است کیتا از نقشه او پرسید گولاش جواب داد انتقام و باسم انتقام به با عکس ایام سابق که به گیتا می رسید و از او تمجید و تعریف می کرد و زیباییش سخن می گفت دیگر مطلقا چنان لحنی اتخاذ نکرد و در اواله می فرو شده بود که مجال تفکر در این امور را نداشت و یا نمی خواست در چنین حالتی از خود بروز دهد و سکوت و تفکر را پیش خود ساخت و گاهی نیز از آشتایان گیتا در میان کولیان سوالاتی می کرد ولی باز متوجه می شد که او فعلا در قبر تادیکی به سر می برده. که حیات او بسته به قضا است که گیتا به او میرساند از طرفی گیتا به او امیدوار شد و یادآور شد او نیز به سهم خود در کمک به گلاش حاضر خواهد بود و تیغ صورت تراشی هم که خواسته برایش خواهد آورد در این حال گلاش از او پرسید چه ساعتی است و گیتا با روشن کردن یک کبریت گفت ساعت سه آیا ممکن است این در را باز کنید گیتا با آرامی گیره را کشید و دیوار به عقب رفت و از پشت پرده داخل اتاق را نگریسته درون آن از روشنایی خارج کمی روشن بود هر دو بیرون آمده و در گوشه ایستادند و گلاش نیز سعی کرد راه رو و داخل حیات را نگاه کرده و موقعیت خود را دریابد صدای پای سربازان در اطراف شنیده میشد و بعد پرسید این اتاق خود شماست گیتا گفت همینطوریه و یک ساعت بعد پس از دریافتن راه بسته شدن و باز شدن این محل دوباره خود را در قفسه مخفی کردند زیرا سربازی در مقابل در روبرو توقف کرد و از پشت شیشه امکان این می رفت که دیده شوند. گیتا تا چند دقیقه قبل از شروع به کار در آنجا بود و با وعده آوردن غذا و اخبار وارد اتاق شد پشت پاروان نشست و خود را برای کار آرایش و آماده کرد و همین که یکی از همکاران رسید او مشغول آرایش بود. معلوم بود در شهر خبرهایی در جریان است. باز هم به تعداد محافظین قصر افزوده میشد و مهمانان نیز همه مشغول فعالیت و یا حالت آماده باش بودند. پیلاتسا نیز با قیافی در هم در دفتر کارش حاضر شد و چپالفسکی چند بار نزد او آمد و خارج شد. انگام ظهر دستور داده شد که کسی از قصر خارج نشود و بهتر است تا عصر در قصر بماند و در همینجا غذا بخورند این موضوع نیست موجبات نگرانی گیتار را فراهم آورد و چون هیاهو در شهر زیاد شنیده میشد ساعت دو بعد از ظهر برای اولین بار از دفتر خدمتگزاران ملی به مسیو کارل تلفن زد ولی جوابی نشنید و چندین بار تکرار کرد جوابی نیامد از تلفنچی علت را پرسید گفت نمیدانم فهمید شهر دچار انقلاب شده است از زعمایی که در کاخ بودند ژدان حضور نداشت ناچار به پروفسور متوصل شد و گفت مثل این که حادثهای برای مسیو و مادام کارل اتفاق افتاده و اجازه خواست نیم ساعت او را مرخصی داده تا برود و جریان را دریابد پروفسور ابتدا موافقت نکرد ولی چون گیتا اصرار کرد بنا شد برای رفع خطر از او با اتومبیل شخصی پروفسور برود و زود برگردد و به این هم اکتفا نشد و دو مأمور همراه او کردند خیابان مملو از جمعیت بود ناچار از خارج شهر به طرف کافه حرکت کردند و آنجا را در محاصره عدهای از عرازل و چاقوکشان یافتند که کلیه مشروبات و نقدینه آن را به غارت برده و سر و صورت مسیو کارل را نیز شکسته و او را در گوشه ی انداخته بودند مادام کارل نیز از شدت ضربات بیهوش شده و در زیر میز افتاده بود کافه به صورت افتضاحا میز و رقت باری در آمده بود و اغلب اساسی اش نیز شکسته شده بود این منظره چون از خارج شهر آمده بودند و اولین محلی بود که آثار انقلاب در آن هویدا بود گیتار را تحت تأثیر گرفت و به مأمورین گفت مردم را از اینجا خارج کنند اتومبیل مخصوص پروفسور و این مأمورین کم کم جمعیت را متقاعد کرد که به همان اندازه چپاول قناعت شود و در حالی که بطری های مشروب در دست بعضی ها دیده میشد کافه را ترک کردند مادام کار را به هوش آوردند و چون دسترسی به دکتر غیر ممکن بود مشغول پانسمان سر و صورت شوهرش شدند گیتا در همین مدت توانست به تیغ صورت تراشی مسیو کارل دست یافته و آن در کیف خود قرار دهد و به هر قیمت خوراکی دیگر نیز که باقی مانده بود با خود برداشت. وجود معمولین در آنجا دیگر تقریبا به این کافه مسونیت داد و اطراف آن به کلی خلوت شد. چون از ماندن گیتا در آنجا کاری ساخته نبود، مادام کارل و مسیو کارل را به همان وضع نهاده و خارج شدند. فقط به مادام کارل سفارش کرد که در را روی کسی باز نکند. دوباره از خارج شهر حرکت کرده و با هزاران زحمت به کمک نظامیان و پلیس وارد کاخ شدند. اثر این مناظر در گیتا خیلی عمیق بود و حس کرد که محیط کاخ نیز با محیط دیروز آن فرق کرده است. چون کارمندان شریک وظایفی برای انقلاب به عهده داشتند از قیبت گیتا استفاده کرده و رفته بودند گیتا نیز خیلی سریع درهای اتاق را بسته و باز دیوار قفسه را عقب کشید و از پشت پرده جریان انقلاب در شهر و وضع کافه کار را به گولاش گفت و تیغ صورت و غذایی را که آورده بود به او داد و آن را بسته و یک سر نزد پروفسور رفت و جریان رقتبار کافه را نقل کرده و گفت مردم در خیابان ها اجتماع کرده و نتوانستند از داخل شهر به دفتر خدمتگذاری راه یابند. پروفسور که همیشه از مصاحبت گیتا لذت می برد و می ببیند نحوه فکر و عقاید یک فرد طبیعی بیقل و قش در اصول و دریافت تئوری مرامی حزب چگونه است و فکر طبیعی چگونه این مسائل را هضم می کند از این رو برای رفع اضطراب گیتا گفت میدونید طبقه محروم اجتماع انقلاب کردن اینان طبقاتی بودند که از مزایای اجتماعی محروم شده و چه بسیار از اونها هنوز در زندگی شکمی سیر غذا نخورده و در محل راحتی نخوابیدن و حالا میخوان حقوق قصب شده خودشون رو بگیرن گیتا حالت ترس به خود گرفته پرسید آیا با ما هم کار دارند؟ پروفسور گفت نه این طبقات به پشتیبانی ما باید به حقوق خودشون برسن و در حقیقت ما تا کنون اونها رو به وعده نگه داشته بودیم. گیتا پرسید آیا مادام و مسیر کارل اگه بخوان میتونن ادعای قرامت کنن و به اضافه کلیه لباسهای من خراب شده و تخت خوابم شکسته و مقداری اساسی هم از بین رفته و من چرا در این صورت باید متضرر بشم؟ من خودم از این اشخاص محروم خیلی مستحق درم و از اون میترسم که اون چرا که مونده دوباره دست برد بزنن و زمنان تقاضا کرد که پس از خاتمه کار دفتر پروفسور لطف کرده و بار دیگر برانندهش دستور دهد گیتا را به منزلش برساند پروفسور قول انجام آن را داد و چون در کتابی که در دست داشت شرحی نوشته که یک جمله از آن نقل می شود در انقلاب آنچه می شود مهم نیست بلکه آن چیزی مهم است که از انقلاب نتیجه می شود و به عبارت دیگر انقلاب حکم عمل جراحی را دا دارد تمام قسمت های بدن را تحت تأثیر قرار می دهد ولی نتیجه که از آن گرفته می شود به سلامتی عمومی کمک می نماید. این جمله را برای گیتا خواند و گفت این عمل جراحی اجتماعی شما را هم متأثر کرده. ولی به همون اندازه سلامت عمومی بدن اجتماع شما را خوشنود خواهد ساخت. گیتا از این تعبیر بسیار تعریف کرد و گفت مثل اینکه با عروق و شرائین و احساسات آدمی صحبت می کند و این تعریف اثر معجز آسایی در پروفسور باقی گذاشت و چون گیتا خواست برود دوباره او را با معمور اتومبیل خودش به منزلش فرستاد. آنچه گیتا حس کرد از انبوه سربازان و میهمانان در قصر کاسته شده بود و از بعد از ظهر بزرگان حزب را کمتر در کاخ مشاهده می کرد. مثل اینکه اغلب برای انتظامات یا نظارت بر چپ ها خارج شده بودند. باز هم گیتا به علت شلوغی خیابانها دیر وقت به منزل رسید و به وسیله معمورین سلام و تشکر خود را به پروفسور ابلاغ کرد. وقتی وارد خانه شد مسیو کارل را خیلی بدحال یافت مادام کارل نیز دست کمی از شوهرش نداشت ازدهام مردم تا آنجایی که دیده میشد مجال بردن او را نزد دکتر نمیداد و به علاوه معلوم نبود دکتری جرأت باز کردن در خانه و پذیرفتن مریض را داشته باشد متوسل به تلفن شد بعد دکتری تلفن زد جواب یأس شنید و بسیاری نیز اصولاً به او جواب نمیدادند از داخل اتاق نگاهی به خیابانهای شهر انداخته دید مثل کندوی اصل که زنبوران در آن میلولند مردم مشغول داد و فریادند عدهای را در خیابان میزنند عدهای نیز در خیابانها افتادهاند و در دست و زیر بغل عدهای نیز اسبابهای خانگی است گویا عدهای دارند نقل مکان میکنند و عدهای نیز آنچه به دست آوردهاند به طرف خانه خود می کشن. با یأس و ناامیدی دوباره بالای سر مسیو کارل آمد و به خیال خود دوباره زخم های سر و دستش را شستشو داد ولی به اندازه از این پیرمرد خون رفته بود که دیگر نیرویی برای او به نمانده بود دیگر ناله نمی کرد زیرا توانایی نداشت مادام کارل می گفت به چشم خودش دید که زغال فروشی که هم ساله مصارف زغال آنها را می آورد با چوب کلفتی که در دست گرفته بود به مغز مسیو کارل گوبید. گیتا پرسی چه دشمنی با او داشت؟ جواب شنید ما جز خوبی درباره او کاری نکردیم. او همیشه عادت داشت که کم بدهد و زیاد حساب بکند و حتی بعضی شبها برای خوردن مشروب به اینجا می آمد و سعی می کمتر از آنشه باید بپردازد. همین یک هفته پیش بود که به اتفاق بخاری پاکن کن و سپور محل اینجا آمده بودند البته شما اینجا نبودید یک باتری جین خوردند و آن را به حساب رفتهگر گذاشت رفتند و رفتگر نیز گفت آن را به تدریج از بودی که باید در ازای بردن خاک رو به او بدهیم مستحلق کنیم کارل به آنها پرخاش کرد و گفت اگر پول ندارید چرا مشروب میخورید من هم مثل شما شغلی دارم و آن این است که باید اینها را از سر کارخانه بخرم و با چند شاهی استفاده بفروشم و از آن زندگی کنم سغال فروش در حال مستی به کارل خندید و او را مسخره کرد و گفت واقعا چه کار پر زحمتی؟ کارل گفت موضوع استفاده خودم به کنار چگونه پول جین را به صاحبش بپردازم ولی گوش آنها به این حرف بدهکار نبود مادام کارل از حق ناشناسی این سه نفر صحبت کرد که چگونه خود به آنان کمک می کرده است و هر سه می توانستند در صورتی که اعتیاد به الکل و قمار را کنار گذاشته با درآمدی که از خانه ها دارند زندگی آبرومندی داشته باشند در اینجا متوجه سر مسیو کار شدند که از روی متکا به طرف سینه‌اش افتاد گیتا برخواست که او را راحت بخواباند حس کرد که بدنش سرد شده بیچاره مثل کبوتر خفه شده آنقدر ضعف از بیخوابی بر او مستولی شده بود که در نتیجه جان داده بود آدی مسیح کارل مرد گیتا به او هم علاقه داشت و هم احترامی گذاشت مادام کارل شیون سر داد ولی چه سود برود در خیابانها خطرناکتر از مصاحبت با مرده بود گیتا روی جسد او را پوشاند و مادام کارل را به اتاق دیگر برد و تا صبح به پرستاری او مشغول شد صبح گیتا به دفتر خدمت تلفن زد و با پروفسور صحبت کرد و او را از جریان مرگ مسیو کارل آگاه کرد. گفت آیا امروز انقلاب تمام شده است یا هنوز جریان دارد؟ اگر تمام نشده است آیا ممکن است جنابالی با مسیو جادونو صحبت فرموده و مرا از آمدن قبل از ظهر معاف کنید؟ پروفسور با تقاضای او موافقت کرد و وعده داد بعد از ظهر نیز چون انقلاب هنوز جریان دارد اتومبیلش را برای او خواهد فرستاد و نیز طبق دستور پروفسور معمودین جمع آوری جنازه ها به منزل او رفته و جسد مسیو کار را با اعترافاتی که زنش راجع به قاتل او کرد برای سوزاندن بردند بعد از ظهر نیز گیتاباز مقداری غذا تهیه کرده و با خود برداشت تا به گلاش برساند هنگامی که وارد کاخ شد با منظره عجیبی از مراقبت سربازان و به خصوص سربازان کشور سیلایف مواجه گردید و تعجب کرد که چگونه او را نمیشناسند و جلو قصر نگه داشتند پس از چند تلفن و فرستادن قاصد اجازه داخل شدن به او داده شد گیتا یک سر به طرف اتاق و پشت میزش رفت و با کمال تعجب مشاهده کرد باز هم همکارانش در اتاق نیستند دربان صدا کرده و از او سوال کرده آیا همکاران من پیش از ظهر آمده بودند یا نه؟ جواب شنید فقط یک ساعت در اینجا بودند و بعد رفتند و تا کنون نیامدند. پس از رفتن دربان فوراً کیفش را رو روی میز گذاشت و به عنوان کندن لباس رویی بسته کوچک غذا را برداشته و به عجله دیواره قفس را عقب کشید تا آن را به گلاش برساند و ناگهان جسد یک مرد سراپا لختی را در قفس یافت. با وحشتی تمام پرده را عقب زد تا گلاش را بیابد دید از او خبری نیست فورا دیوار را جلو کشید و پشت میز برگشت و چند دقیقه فکر کرد تا چیزی بفهمد و تصمیمی بگیرد چیزی به نظرش نیامد جز آنکه درها را از داخل قفل کند و جسد را از قفسه به قسمت پایین آن یعنی همان محلی که جسد سیلای پس بیاندازد در اجرای تصمیم خود دست به کار شد و چون راه پلکان را باز نمود و جسد را به طرف آن کشانی دریافت که باید یک نفر سرباز یا افسر خارجی یعنی روسی باشد بدون آن کار از پله ها پایین بکشد از بالا به پایین پرتاب نمود و فورا آن را به صورت اول درآورد و غذا را در آن پنهان ساخته همه چیز را به صورت اول درآورد و برای تشکر از پروفسور و ضمنا کسب اخبار نزد او رفت تا ببیند چه میشنود و از گولاش چه می تواند بیابد آیا او را دستگیر اند؟ آیا فرار کرده از کجا رفته و بالاخره این جسد کیست در همین افکار بود که خود را در برابر پروفسور یافت پروفسور به عکس سابق قیافه اندوهناک و مبهمی به خود گرفته است گیتا که هیچگاه پروفسور را در این حال ندیده بود سلام کرده گفت پروفسور آیا خود نخواسته کسالتی به شما آرز شده؟ و فورا به تصحیح جمله‌ای که گفته بود پرداخت و گفت و از جمله‌ای که گفتم معذرت میخوام و خیر ارادی ادا شد چون مسیو سیلاریف چند بار اون رو تصحیح کرد ولی فراموش کردم این لغت خدا مثل کنه به زبون ما چسبیده و نمیشه خودمون از شر اون خلاص کنیم ولی میخواستم بگم مثل اینکه شما هم دارید مرض منو میگیرید دستش را گرفت و مانند دختری که بخواهد پدر سال خورده اش را به طرف تخت خواب راهنمایی کند به زور او را به طرف مبل کشانید و او را در آنجا نشاند پروفسور که با تعجب به گفتار و عملیات گیتا خیره شده بود در مبل قرار گرفت و در همین حال گیتا به طرف تلفن رفته نمره ای را گرفت و گفت آقای دکتر من گیتا هستم خواهش می کنم هر زودتر به اتاق پروفسور تشریف بیارید هنوز پروفسور چیزی نگفته بود که سر دکتر پیدا شد و طرف پروفسور که آشفته حال و غضبناک داخل مبل لمیده بود شتافت قیافی پروفسور غیر عادی بود و دکتر فوراً به طرف او رفت معلوم شد بیرمت واقعا مریض است و یا در جریانی که پیش آمده و هنوز گیتو از چگونگی آن اطلاع ندارد فشار خونش بالا رفته و یا دستخوش خوش حمله قلبی گردیده است برای دکتر مشخص شد که پروفسور بدون معطلی باید استراحت کند و شروع به پرسش های از اون مود مبنی بر اینکه حمله کی شروع شد و چون پروفسور آن را انکار کرد دکتر دیگر نیز آمده و حرف دکتر اول تأیید شد آری گرفتاری پروفسور به اندازه بود که مجال فکر به سلامتی خود را هم نداشت ولی گیتا از شهره و رفتار او درک کرد که اینطور برداشت و رفتار بهترین راه خواهد بود آنچه دیشب اصر به وقوع پیوسته بود همه را به وحشت انداخته بود ولی در پروفسور به علت پیری و ضعف اثر عمیق تری گذاشته بود آنچه گیتا متوجه نشده بود این بود که مبل بزرگی که اتاق پروفسور داشت تخت خواب نیز بود و معلوم شد اتاق کار و خوابش یکی است فوراً به دستور دکتر آن را گشوده و پروفسور را در آن جای دادند گیتا برای پزشکان تشریح کرد که وقتی خدمت پروفسور رسید چشمهایش از هدقه بیرون آمده و هیچگاه پروفسور را به این پای مضطرب و زرد ندیده بود دکترها به او گفتند که سابقه فشار خون داشته و مخصوصا یادآور شدند که اگر دیر می رسیدند ممکن بود سکته کند پروفسور هنوز هم ناظر گفتار گیتا و عملیات دکترها بود و بالاخره موقعی رسید که هنگام تزریق آمپول دیگر به حرف پروفسور گوش ندادند ولی چند ساعت بعد خود او حس کرد تغییری در مزاج و روحی اش حاصل شده است. گیتا در اتاق پروفسور ماند و نیز دستور داده شد که برای شب یک نفر پرستار بیاید. وقتی اتاق خلوت شد گیتا در کنار تخت او نشست و گفت پروفسور شما همه چیز رو در نظر دارید و راجب اون بحث میکنید. به سلامتی خودتون شما از دیروز تا به حال به کلی عوض شدین مثل اینکه خبری شده منم وقتی به کاخ می اومدم مورد آزمایش و سوالات عجیب قرار دادم خواهش میکنم اگر کمکی از من ساخته است بفرمایید از جان دل انجام خواهم داد و یا لاقل بفرمایید چه جریانی از این انقلاب منحوسی که من همیشه از اون ترس داشتم در کاخ به وجود اومده پروفسور که از قیافه سبوعیت بیرون آمده و اکنون آمپول در او نیرو ایجار کرده بود در حالی که شربت تقویت را که پزشکان برای او تجویز کرده بودند فرو میداد گفت دیشب ژادو با شش نفر افسر و سربازانی که در اینجا مهمون ما هستند به وسیله یکی دیگر از هم قطارانشون کشته شدند دهان گیتو از تعجب باز ماند و سراپا خشک شد و پرسید این همقطار چگونه آدمی بوده؟ پروفسور گفت هنوز دستگیر نشده و علت چنین اقدامی معلوم نیست ولی من هم نزدیک بود هدف گلوله واقع بشم گیتا پرسید از انقلابیان بوده یا از مهمونا؟ پروفسور گفت از مهمونها البته گیتا آن را قبول نکرده و در عقیده ضد انقلابیش گفت حتما از همین عرازیلین که مسیو کارل را هم دیروز کشتم در این موقع پرستار وارد اتاق شد و پروفسور را معاینه کرد و چیزها یادداشت کرد گیتا نگاهی به ساعت کرده و بعد سر در گوش پروفسور گذاشت گفت آیا اجازه میدید من امشب اینجا بمونم پروفسور گفت چرا به منزل نمیدی گیتا گفت به دو علت اول که نمیخوام شما رو تنها بذارم و می ترسم در سانه میترسم در میان این مردم اوباش و خرابکار بیرون برم پروفسور موافقت کرد و به مادام کارل تلفن زد که مطلقا از خانه بیرون نیاید و اضافه کرد که شب را هم نمیتواند به منزل برود